کلاس های تربیت بادیگارد، البته بادیگاردهایی که در این کلاس ها تربیت میشن قرار نیست محافظ کسی باشن، بلکه باید کارهای دیگه ای انجام بدن. هرچند خود مسئولین آموزشگاه تربیت بادیگارد میگن که کار ما تشریفاتی مراقبتیه و با شرح وظایف یک محافظ شخصیت یا بادیگارد کاملا فرق داره. حالا چه افرادی اغلب جذب این مؤسسات میشن؟ آقای رمضانی، قد بلند و در اصطلاح هیکلی بودن مشخصه اصلی دانش در واقع هنرجوهای همچین آموزشگاه هاییه. اما مسئله مهمتر اینه که خدای نکرده این پدیده در شرایطی که امنیت کشور در حد بسیار مطلوبی قرار داره فقط به یک ابزار خودنمایی تبدیل نشه. چند مدتی هست که در کشور ما از طرفی تبلیغات رنگارنگ برای آموزش بادیگارد در فضای مجازی منتشر شده و از طرف دیگه عکس‌هایی از برخی خواننده ها و بازیگرها که با بادیگارد هاشون در مراسم مختلف حاضر میشن که در ذهن هر بیننده ای میتونه تأثیر بسیار منفی داشته باشه. هم نوعی فخر فروشی و هم القای کم بودن امنیت در جامعه. ما هم تا جایی که تونستیم پیگیر بشیم و از طرفی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی هم تاکید کرده بحث حفاظت شخصی یا همون داشتن بادیگارد به علت وجود امنیت بسیار بالا در کشورمون یک امر کاملا غیر قانونیه. اما بحث مراقبت و تشریفات مسئله عمومیه که یک یا دو مؤسسه هم در کشورمون و اون هم به صورت بسیار محدود در این زمینه فعال هستن و زیر نظر ارگانهای مرتبط با این امر شروع به آموزش برخی از افراد، البته بدون استفاده از هیچ گونه تجهیزاتی رو کردن. امروز اومدیم یک کلاس آموزشی که متفاوت از کلاس های آموزشی دیگه است. خودتون ببینید بهتر متوجه میشید. 1 2 3 بیا. یک. بچه های ما روابط عمومی میبینن، روانشناسی میبینن، شخصیت شناسی میبینن، بادی لنگویج یا زبان بدن رو میبینن، آشنایی با مواد مخدر و مضراتش در حقیقت میبینن، در ارتباط با کمک های اولیه رو میبینن، آتش نشانی میبینن و چند تا در حقیقت یه مقدار زیادی هم در ارتباط با حفاظت و مراقبت رو میبینن. بخش آموزش عملی هم مراحل مختص به خودش رو داره، تمریناتی سخت و دشوار که فقط با آموزش های تخصصی و بدنی ورزیده قابل انجامه. تمام همایش هایی که جمع بالای مردم هستن ما به واسطه آقایون سعی کردیم یک نظم و انضباطی در حقیقت به اونها بدیم و تمام تلاشمون رو کردیم که بچه‌ها در حد تشریفات اون سیستم و در حقیقت انتظامات اون سیستم باشن. تشریفات، انتظام بخشی و ایجاد نظم، کلاس گذاشتن برای دیگران و یا احیانا به رخ کشیدن گونه ای از منزلت اجتماعی تحمیلی و فخر فروشانه، 4 مسئله هستند که مقوله در حال شیوع استفاده از بادیگارد هنوز نتوانسته مرزبندی خود را با آنها مشخص کند. بودن در میان این افراد با این فیزیک خاصشون از یک طرف میتونه آرامش بخش باشه و از طرف دیگه‌ای هم میتونه باعث ایجاد رعب و وحشت باشه.